کنده میشه. پایان عملیات جستجو برای کوهنوردان در ارتفاعات شمال تهران با اعلام مرگ 12 نفر. چرا چنین سوانحی اتفاق می افتد؟ ایمنی چقدر جدی گرفته می شود؟ از یک عضو سابق کمیته پیشگیری از حوادث کوهستان می پرسیم چطور می شود جلوی چنین سوانحی را گرفت؟ همچنین در برنامه امشب متهم اصلی حمله به سفارت عربستان در تهران، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون تحریم شده جودو شد. آیا انتصاب حسن کرد میهن پیامی سیاسی دارد؟ گفتگویی خواهیم داشت با وحید سرلک، عضو پیشین تیم ملی جودو ایران و نظر او را در این باره میپرسیم. افغانستان در شوک قطع‌های هدفمند. معاون اول رئیس جمهوری میگوید طالبان به دنبال تضعیف دستاوردهای 2 دهه اخیر است. و شروع واکسیناسیون کرونا در اتحادیه اروپا. هلال احمر ایران از چین 1 میلیون دوز واکسن می‌خرد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ارتفاعات اطراف تهران جمعه ها شلوغ‌تر از دیگر روزهای هفته است. در ماه‌های اخیر هم به دلیل همه‌گیری کرونا و محدودیت سفر بسیاری برای فاصله گرفتن از شهر به دل کوه می‌زدند. جمعه این هفته اما کولاک و بهمن در ارتفاعات کلکچال، داراباد و آهار ده‌ها کوهنورد را گرفتار کرد. سازمان اورژانس کشور گفت در ساعات اولیه این حادثه حدود 100 نفر فقط در ایستگاه شماره 7 توچال گرفتار شده بودند. بعد از 2 روز عملیات امداد و نجات، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران گفته شمار جانباختگان به 12 نفر رسیده. جمعیت هلال احمر و پلیس کوهستان اعلام کردند دیگه کسی مفقود نیست و عملیات جستجو پایان یافته. امشب میپرسیم آیا میشد از فاجعه این چنینی جلوگیری کرد؟ ایمنی کوهنوردی چقدر در ایران جدی گرفته میشود؟ اول گزارشی از باران عباسی. لحظاتی قبل از وقوع بهمن، جاده دربند سر در ارتفاعات شمال تهران. حادثه‌ای که در کنار کولاک شدید ده ها کوهنورد را گرفتار کرد. بیش از 100 نفرشان تنها در توچال. بعضی دیگر در کوههای کلکچال، داراباد و آهار. افراد مختلفی در این شرایط گیر کردند. هم داشتیم کسانی که کوهنوردان با تجربه‌ای بودند و هم داشتیم کوهروانی که به شکل سنتی در مسیرهای کوهپیمایی حضور داشتند. در مسیر قله قلعه دختر کوهنورد مفقود شده در زیر بهمن. تعدادی نجات پیدا کردند. خدا این بچه‌های آهار و گروه کوهنوردی آهار خیرشون بده. این تصاویری که از بعضی از این کوهنوردان منتشر شده، در کنار عکس‌های دلخراش از دست‌ها و پاهای یخ زده که قابل نمایش نیستند. دست امدادگران از نجات بعضی دیگر کوتاه ماند. بین جانباختگان دکتر مصطفی فاطمی که امروز به خاک سپرده شد، دندان پزشک، سردبیر پیشین خبرگزاری ایسنا و مربی باشگاه کوهنوردی تهران که همراه با 20 عضو این باشگاه به قله قلعه دختر در روستای آهار رفته بود. مقام ها می گویند هشدار داده بودند که شرایط برای صعود مناسب نیست. این ابلاغ شده بود و جلوگیری هم شده. یعنی ما می دانستیم که عملا در پایان هفته هم با کاهش دما و هم بارش نزولات جوی مواجه خواهیم بود که این نزولات جوی در سطح شهر با باران و در ارتفاعات برف و انباشته برف خواهد بود. این تذکر هم داده شده مون تا خب معمولا آخر هفته مقابله کردن با کسانی که میرن برای کوهنوردی یه مقدار سخته. سوال این است که چرا با وجود هشدارها شمار زیادی از کوهنوردان، چه آماتور و چه حرفه‌ای، در ارتفاعات تهران بودند؟ تغییرات جوی گاهی وقتا اینقدر شدید انجام میشه و اینقدر سریعه که اجازه تصمیم گیری درست رو نمیده و یا
اگر کسی هم در صدد برگشت قرار بگیره، شرایطی نیست که دیگه بتونه به درستی خودشو به پایین دست برسونه و اسیر اون جهنمی میشه که در اونجا شکل گرفته. جهنمی از برف و یخ و کولاک، جهنمی که حالا بازماندگان کوهنوردان جانباخته را گرفتار خود کرده. باران عباسی، بی بی سی. مهریه جعفری، مدرس کوهنوردی و عضو سابق کمیته پیشگیری از حوادث کوهستان استان تهران، از لندن به ما پیوستند. خانم جعفری، شنیدیم در گزارش باران هم که مقام ها هشدار داده بودند در این مورد. چه میشه که باز با این وجود تعداد زیادی، چه آماتور چه حرفه‌ای، در نهایت تصمیم میگیرن که صعود بکنن؟ ببینید، من فکر میکنم یه عوامل مختلفی تو این قضیه دخیل هست، از جمله این که ما یک شرایطی در ایران داریم که ورزش کوهنوردی رو ورزش مردم پسند کرده به خاطر شرایط نبود تفریحات دیگه و در دسترس بودن کوههای اطراف تهران که با هزینه کمتر میتونن مردم دست پیدا بکنند. مشکل اصلی من فکر میکنم همونجور که خودتونم اشاره کردین، عدم توجه به مسائل ایمنی در به طور عموم و به طور خاص در ورزش کوهنوردی هست. این مسئله نه تنها در حوزه کوهنوردی به طور عموم دیده میشه، به طور ساختاری در جامعه ما دیده میشه. این انعکاس پیدا میکنه در روش برخورد ما با مسائل ایمنی در کوهنوردی. مثلا من میتونم یه مثال بزنم، چون من اینجا هم کوهنوردی میکنم. ما برای یخنوردی در اسکاتلند عازم بودیم 2 سال پیش. سایت بهمن منطقه اسکاتلند به طور دقیقی آپدیت میشه، یعنی به روز میشه. شما وقتی که عازم منطقه هستی، مسیری که انتخاب میکنی برای صعود، قطعا قبلش متوجه هستی که خطر صعود تا چه حد درصد میده. با رنگای مختلف نشون میده که شما با چه درصد صعود بهمن در اون منطقه و در اون مسیر خاص مواجه هستید. بنابراین این انعکاس عدم توجه به مسائل ایمنی در سطح کلی باعث میشه که ما سایت این چنینی هم بهش فکر نکنیم. مسئله ما کمیته پیشگیری از حوادث کوهستان همچنان با دوستان داخل ایران، من چند ساعت پیش صحبت کردم، همچنان بوده ولی امسال کارش رو شروع نکرده. ما تو این کمیته پیشگیری مواجه بودیم با مسائل خیلی عجیبی که مثلا شما میدیدی با کفش خیلی معمولی مردم می‌خواستن وسط زمستون برن بالا و ما واقعا مشکل داشتیم به این اشخاص بگیم که برگردید، این خطرناک، باید صحبت میکردیم که قانع کنیم. امسال متاسفانه این کمیته کار نمیکرده به خاطر شرایط کرونا و میبینیم که حادثه اتفاق میفته. ولی تعدادی از کسانی که جانشون رو از دست دادند کوهنوردهای حرفه‌ای هم بودند، یعنی اونها به نظر میرسه کسانی هستن که سالها این مسیر رو میرن، شرایط رو احتمالاً چک میکنند، یعنی کارشون رو به خوبی بلد بودن. چرا اونها گرفتار شدن؟ ببینید، اولا به آمار نگاه بکنید. من با یکی از پیشکسوتان کوهنوردی چند ساعت پیش صحبت میکردم، ایشون گفتن 5 نفر کسایی که جونشون از دست داده بودن اونجا که کسی رو دیدن که اصلا لباس معمولی تنش بوده، یعنی حتی لباس مناسب پیاده روی در کوهستان هم نبوده تن این آدم. اگه به کسایی که من فکر می‌کنم اکثریت با کسانی بودن که یا سابقه کوهنوردی نداشتن یا اصلا نداشتن یا اندک بوده. در مورد کسایی که تجربه داشتن، من میخوام اشاره به این موضوع بکنم که این شرایط روز جمعه شرایط خیلی خاصی بوده. بنا به گفته دوستمون میگفتن صبح رفتن و از پای کوه برگشتن خودشون، یعنی کلکچال که به نظر چون نزدیک شهر آدم فکر میکنه که میتونه امن باشه، ولی ایشون از پای کوه برگشتن و بعد چند ساعت بعد
بعدش با این حوادث برگشتن برای امداد و نجات. من میخوام بگم که کسی که در واقع با سابقه کوهنوردی ممکنه گیر بیفته، این که هست جزی از در واقع خطرات کوهستان هست، ولی ببینید همون هم نشون میده که ما حتی افراد با تجربه‌مون هم به اون شکلی که این طرف یا در کل استانداردهای جهانی به مسئله ایمنی توجه میشه توجه نکردن. بردن یه تیم 12 نفره در هوایی که پیش بینی شده، شب قبل گفته شده که بالا زیر 30 درجه دما خواهد بود، باد شدیدی خواهد بود. من دوستانی داشتم گفتن که هدف برنامه‌شون یه جای دیگه بوده، یعنی با صحبتی که با دوستانشم، و کلن برنامه رو عوض کردن، رفتن یه جایی که باد کمتری داشته. بنابراین میشه گفت بنابراین شما هم تایید میکنید که به هر حال در ایران خیلی از استانداردها رعایت نمیشه. در شبکه‌های اجتماعی صحبت از مسیرهای متفاوت میشه و اینکه شاید اونها مسیرها رو درست نتونستن پیدا بکنن. چه استانداردی وجود داره برای افرادی که به کوه میرن و مسیرهاشون رو بتونن به درستی پیدا بکنن؟ ببینید ما الان با دو گروه کوهنورد کلن این طرف هم همجه مواجه هستیم. گروهی که نیاز به لیدر دارن، نیاز به راهنمای کوهستان دارن و اگر اینو به عنوان یه ورزش تفریحی انتخاب کردن قطعاً باید یا مطالعه یا اگه هزینه بالایی هست با توجه به مسائل اقتصادی ایران به در واقع مطالعه بپردازن و از آدمای با تجربه استفاده کنن به عنوان لیدر راهنما. و گروهی هست که به هر حال به مرور زمان تجربه کسب میکنن و میتونن در واقع تشخیص بدن خطر رو. متاسفانه ما در هر دو گروه میبینیم حادثه میره. من میخوام اشاره بکنم به مرگ دلخراش آقای مرتضی نادی. ما این مرگ در یک برنامه مربیگری سطح بالای سنگنوردی در ایران اتفاق افتاد، کلاس مربیگری که حداقل استانداردهای اون رعایت ایمنی هست. بنابراین من میخوام بگم که این به طور عموم از یک سیستمی رو متأسفانه ما باید یه بازنگری بکنیم نسبت به برخورد ما با مسئله ورزش کوهنوردی، این که آیا ایمنی در درجه اول اهمیت قرار داره و خطر کجاست، یعنی دانسته آیا مرتکب خطر میشیم یا نادیده میگیریم خطر رو. این مسائلی هست که متأسفانه در شبکه‌های اجتماعی صحبت از این میشد که ممکن هست بحث جی پی اس و مسیریابی شده بود. چقدر واقعا کوهنوردها و در ایران که شما خودتون بودید و همین مسیرها رو میرفتید، چقدر از جی پی اس استفاده میکنند برای مسیریابی؟ من اصلا این بحث رو قبول ندارم و با دوستان دیگه هم که صحبت کردم بحث همین بود که نه کسی فکر نمیکنه. برای اینکه ببینید 8 نفر در کلکچال جانشون از دست دادن که در نتیجه یخ زدن اتفاق افتاده، نه گم شدن. اینا بالای پناهگاه بودن و به قدری برودت هوا زیاد بوده و به قدری این طوفان درجه دمای بدن این افراد به شدت آورده پایین و یخ زدن. یا در داراباد ما بهمن داشتیم، یعنی سقوط بهمن باعث مرگ شده. جی پی اس یک استفاده جی پی اس خودش یک دوره آموزشی میخواد و که کوهنوردای حرفه‌ای برای نکات جایی که نمیشناسن استفاده میکنن. کوه اطراف تهران، ما اگر شما ساکن تهران باشی، اطراف تهران زندگی کرده باشی، چند باری بری مسیر رو، خیلی نیاز به جی پی اس نداره. مشکل این هستش که عدم پیشبینی هوای بد و نداشتن امکانات لازم کوهنورد، جمله لباس مناسب، دستکش مناسب در اون سرما باعث شده که، و اون هوای غیر قابل انتظار باعث شده که دوستان اگر هم گیر افتادن یا فکر کردن گم شدن، من فکر میکنم علت اصلی هوای سرد و اون هوای بد بوده و نه گم شدن در کوهستان. ممنونم از وقت شما. مهری جعفری، مدرس کوهنوردی و عضو پیشین کمیته پیشگیری از حوادث کوهستان استان تهران با ما. جمعیت هلال احمر ایران مسئول خرید 1,000,000 دوز واکسن کرونا از چین شده، اما مشخص نیست که واکسن کی به دست مردم خواهد رسید. قرار است حدود 20,000,000 دوز واکسن رو هم وزارت بهداشت تامین کنه. در همین حال اتحادیه اروپا واکسیناسیون کرونا رو شروع کرده. در مرحله اول واکسن شرکت‌های فایزر و بایونتک به افراد آسیب‌پذیرتر تزریق میشه. این واکسن رو همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا
تحویل گرفتن. فرین عاصمی گزارش میده. یک شنبه تاریخی، آغاز واکسیناسیون کرونا در چند کشور اتحادیه اروپا. اینجا در سوئد اولین دوز واکسن شرکت فایزر به مردی 89 ساله زده شد. و اینجا در دانمارک اولین واکسن ساعت 8 صبح به یک شهروند 79 ساله تزریق شد. این هم خوشحالی وزیر بهداشت دانمارک از آغاز واکسیناسیون در کشورش. در آلمان تزریق واکسن کرونا دیروز از این خانه سالمندان شروع شد، یک روز قبل از آغاز رسمی واکسیناسیون. تخمین زده شده که حدود 4 میلیون دوز واکسن در 5 هفته آینده در این کشور به مردم زده شود. این هم آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک، اولین کسی که در کشورش واکسن کرونا زد. او گفته می‌خواهد الگوی بقیه شود تا همه واکسن بزنند. واکسن کرونا که از اتحادیه اروپا وارد شد به معنای امید است. این امید که به زندگی عادی برخواهیم گشت. سازمان بهداشت جهانی گفته اپیدمی کنونی آخرین اپیدمی دنیا نخواهد بود. اما این روزها واکسن تنها امید برای نجات جان انسانها، بازگشت به زندگی عادی و نجات اقتصاد است. این خیابان‌های مادرید پایتخت اسپانیا است در قرنطینه. کشوری که اوایل شیوع کرونا یکی از بیشترین آمار ابتلا را در اروپا و در دنیا داشت. اولین دوزهای واکسن شرکت فایزر دیروز به اینجا رسید. اینجا هم اتریش، نخستین محموله واکسن با حضور صدر اعظم و وزیر بهداشت رونمایی شد و بعد به سالمندان واکسن زده شد. اما در ایران هنوز امیدی برای دریافت واکسن به این زودی‌ها وجود ندارد. تاکید بیشتر مسئولان بر تهیه واکسن ایرانی است. دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا گفته ستاد اجرایی فرمان امام شرایطی فراهم کرده که ایران تا یک ماه دیگر میتواند ماهانه 1.5 میلیون دوز واکسن کرونا تولید کند. وزیر بهداشت هم از کیفیت واکسنی که ایران میسازد تعریف کرده. مسیر تهیه واکسن خارجی رو داریم طی میکنیم. اون بحث کوواکس رو خوشبختانه با مکانیزمی حل کردیم. عنقریب برای خرید از منابع غیر کوواکس هم انشالله خبرهای خوشی رو به مردم خواهیم داد. شرط ما خرید واکسن مطمئن، حتما انشالله در آینده نزدیک اثبات خواهیم کرد که واکسن داخلیمون ارجح نسبت به خیلی از واکسن‌هایی که تو دنیا میسازن. هلال احمر هم اعلام کرده واکسنی که وارد خواهد کرد چینی است. منبعی که خود ما میخوایم خرید بکنیم منبع چینی هست و رو اون قسمت ما راحت تر هستیم و به خاطر خب ارتباطات بیشتری که با این حوزه هست. همیشه یه دغدغه‌ای که وجود داره رو شما بهش اشاره کردید، اینکه چقدر این سلامت هست این واکسن و این منبع مطمئن. البته امارات متحده عربی و کووید اینها خریدشون واکسن چینی بود و شروع کردن واکسیناسیون عمومی رو. این برندی که شما می‌خواید بخرید مطمئنه فازها رو، چون یه مقدار اسم چینی که میاد آدم تن و بدنش می‌لرزه. نه، کارشون تو این زمینه مشکل خاصی نداره. همه واکسن‌ها و همه داروهایی که وارد کشور میشه کنترل‌های شدیدی توسط سازمان غذا و دارو اعمال میشه. در روزهای گذشته کاربران زیادی با هشتگ واکسن بخرید در شبکه‌های اجتماعی از دولت ایران خواستند به جان انسان‌ها اهمیت بدهد و واکسن بخرد. بعضی از آنها هم از دولت خواستند واکسن روسی و چینی نخرد. همیشه تأکید بر این بوده است که ما واکسنی را بتوانیم بیاریم که درجه ریسک آن پایین و درجه صحت اون بالا باشه. بودن واکسن های در جاهایی که به هر حال اونها به عنوان نمونه و شروع و شاید تست انبوه میخواستن به برخی از کشورها بدن. برخی از کشورها این کار بی اخلاقی رو کردن. نه، اخلاقی نیست، اطلاع میدن، میگه که مثلا ما در این نوع واکسن به این درجه از اطمینان رسیدیم، ولی باز به خاطر اینکه این درجه اطمینان بالا بشه کشورهای مختلف میتونن خرید کنن بدن. خودشون اینا میگن. مقام های مسئول در ایران در هفته ها و روزهای اخیر حرف های ضد و نقیضی درباره تامین واکسن کرونا از خارج زدند. ابتدا گفتند به خاطر تحریم برای خرید واکسن مشکل دارند و بعد گفتند این مشکلات رفع شده. اما هنوز مشخص نیست ایرانی ها چه زمانی می توانند مانند مردم خیلی از کشورها واکسن کرونا بزنند و به زندگی عادی برگردند. فرین عاصمی، بی بی سی. حسن کردمیهن، یکی از متهمان اصلی حمله به سفارت عربستان، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون جودو ایران شد. او که خودش جودوکاست، در حالی وارد فدراسیون جودو شده که ایران به دلیل دخالت حکومت در ورزش با حکم فدراسیون جهانی جودو از حضور در مسابقات جودو محروم شده.
وحید سرلک جودوکای سابق تیم ملی ایران و همچنین مربی حاضر تیم ملی جودوی تاجیکستان از دویسبورگ با ما هست. آقای سرلک امسال به عنوان شاهد در دادگاه لوزان سوئیس در دادگاه حکمیت ورزش درباره تعلیق فدراسیون جودوی ایران هم حضور داشتند. آقای سرلک خیلی خوش آمدیم به برنامه. چقدر آقای کردمیان رو به عنوان جودوکا میشناسن در ایران؟ خب من جا داره که سلام خدمت شما و همه بیننده‌هاتون عرض کنم. این که حالا آقای کردمیان چقدر به عنوان یه جودوکار میشناسنش، خیلی ها هستن تو دنیا جودو کار میکنن، اما به چه صورتی که حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای بحثش خب خیلی باز میشه. آقای کردمیان به صورت حرفه‌ای هیچ موقع جودو کار نکرده، شاید در حد جودوکار معمولی کار کردن. و این که حالا آقای کردمیان کی هستن یا چی نیستن با یه سرچ خیلی ساده تو اینترنت، حتی تو سایت‌های خود ایران هم ما متوجه میشیم که آقای کردمیان کی هستن. ولی ما فقط باید بدونیم که دلیل این که حضور آقای کردمیان تو فدراسیون رو بعد ما در موردش صحبت کنیم که زمان هم زمان خیلی خاصی هست برای جودوی ایران. گفتید که ببینیم آقای کردمیان کی هستن، ما در این مورد گزارشی داریم که با هم اول ببینیم، برمیگردیم باز با شما صحبت خواهیم کرد. گزارش کاوه مشکات است. اون مدارک اگر از اونجا بیاد بیرون اونجا خوب تخریب بشه، منتها مهم مدارک و عکس و ایناست. بیاد بیرون اون سفارت حالا را نمیفته. حرفو دقیق بفهمید، اگه کارا رو نکردید دوباره برگردید تو. هر چی مدارک هست بیارید بیرون. حاجی حسن بیا صندلی داغش کنیم. حسن کردمیان از متهمان اصلی حمله به سفارت عربستان در دی ماه سال 94، فردی که به اتهام صدور دستور حمله به سفارت دستگیر شده بود. FATF رنگین تر از ابر بارون، ننگین تر از ترکمنچان. عجب. پرونده آقای کردمیان را به دادگاه ویژه روحانیت فرستادند، ولی معلوم نیست که این دادگاه چه حکمی برای او صادر کرد. واقعا این موضوع حیثیتی اسلام مسلمینه. من دارم به عنوان حسن کردمیان عرض میکنم اگر به خاطر این موضوع کشته بشم زندان برم، واقعا علاقه مندم. حسن کردمیان حالا رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون جودو شده. پس از حمله به ساختمان سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به کلی قطع شد، اتفاقی که باعث شد تیم‌های باشگاهی ایران شانس میزبانی از تیم‌های عربستانی را از دست بدهند. فدراسیون جودو ایران این روزها شرایط خوبی ندارد. بیش از یک سال است که جودو ایران پس از شکست سعید مولایی مقابل حریف قزاقستانی به خاطر مسابقه ندادن با جودوکای اسرائیلی تعلیق شده. حسن کردمیان از سازمان دهندگان و سخنرانان نیروهای اعزامی به سوریه هم بوده. باب عدم ملازمه تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. او مدیریت سه مجموعه بزرگ مذهبی فرهنگی در ایران را هم به عهده داشته. این مؤسسات با استفاده از بودجه عمومی به فعالیت‌های تبلیغی می‌پردازند. آقای کردمیان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف در کرج بود. معلوم نیست که حضور این جودوکای جنجالی در فدراسیون جودو چقدر به این فدراسیون تعلیق شده کمک کنند. کاوه مشکات، بی بی سی. وحید سرلک همچنان با ما هست، جودوکای سابق تیم ملی ایران. آقای سرلک، حالا بهتر میدونیم که آقای کردمیان که هستند. او شخصیتی است که به هر حال برای فوتبال ایران خیلی کارهایی که کرده گران تمام شده. بر سر جودو هم که در واقع میدانیم چه اتفاقی افتاده، چرا جودو داره در ایران به این سمت میره؟ من بعد خدمتتون عرض کنم. خب دیگه مشخص شد آقای کردمیان کیان، چه سمتی دارن و چرا در فدراسیون جودو الان باید حضور داشته باشن. من دو تا بک‌گراند واسه شما میگم. اول اینکه آقای میر اسماعیلی قبل ها هم با آقای کردمیان همکاری داشته، جودوکار اعزام میکردن به سوریه برای نه جودوکار کردن بلکه برای جنگ، و حالا ضوابطی که با هم داشتن، کارهایی که با هم میکردن. و اما چرا الان آقای میر اسماعیلی آقای کردمیان رو آورده؟ آقای میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو هستن. جودو، بله. چون که آقای همونجوری که تو فیلم مشخص شد، آقای کردمیان روابط خیلی خوبی دارن با سیاسیون ما، مثل آقای قالیباف، مثل بهشت رهبری و خیلی کسای دیگه. آرش میر اسماعیلی با توجه به اینکه این چند سال یک رزومه خوبی تو فدراسیون از خودش نشون نداد و خطر الان داره احساس می‌کنه، بوی خطر به دماغ ایشون رسیده و فهمیده که خب دیگه الان وقت خداحافظیه،
شما تو فدراسیون جودو انقدر دیگه به قول معروف گندها زدی که دیگه الان حتی جودوکارا هم پشت تو نیستن. الان اومد از این مسئله استفاده کرد، آقای کرد میهن اوورده اینجا. چرا؟ چون که بتونه از روابط آقای کرد میهن برای ثابت کردن خودش، یعنی بیشتر موندن روی اون صندلی بمونه. چون من شخصیتا آقای میراسمایلی رو میشناسم، برای اینکه روی اون صندلی بمونه دست به هر کاری میزنه. با توجه به اینکه خود آقای میراسمایلی تو دادگاه حضور داشتن و رئیس فدراسیون جهانی بهش به ایشون گفتن که سیاسی کردن جدو به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، خب اینو دیگه الان شما میدونید دیگه، آقای کرد میهن یه فرد کاملا سیاسی هستن و حضورش در فدراسیون جدو فقط میتونه به نفع آرش میراسمایلی باشه، نه هیچ کس دیگه، نه به نفع جدوکار جدوکارای دیگه اون تو به قول معروف تو ایران. شما خودتونم در اون دادگاه حضور داشتید، کمی بهمون بگید که واقعا الان جدوی ایران در واقع نقشش به عنوان اینکه در مسابقات بین‌المللی بخواد شرکت بکنه و اینها در چه وضعیتی است و چه چیزی رو میشه پیش بینی کرد براش؟ خب با توجه به اینکه شما الان همه یعنی همه میدونن جدوی ایران تعلیق حدود یک سال 2019 بعد از مسابقات جهانی توکیو، جدوی ایران تا به امروز تعلیق، خب دادگاه هم که ما حضور داشتیم دادگاه یه فرصتی داد برای اینکه طرفین یعنی فدراسیون جدوی ایران و فدراسیون جهانی به توافق برسن. توافقی هم که مطرح هست اینکه فقط یک راه وجود داره، اونم اینکه جدوی ایران رسمیت بشناسه مسابقه دادن با جودوکارای اسرائیلی رو، که خب فکر نکنم ایران یعنی جودوکارای ایران یعنی فدراسیون ایران زیر این بار حرف به قول معروف فدراسیون جهانی بره. واسه همین هم تا به امروز تعلیق مونده و تمام این به ضرر تک تک جودوکارای ما تموم شده متاسفانه. و آیا قرار هست که این دادگاه دوباره تشکیل بشه یا قرار هست که ایران عملا مدارکی رو در آینده ارائه بکنه؟ قرار است به کجا برسه؟ قرار نیستش که دادگاه دوباره یعنی دوباره دادگاهی ما نداریم. دادگاه مشخص شده، همون روز هم قضات گفتم ما همین الان میتونیم رأی اعلام کنیم، ولی بهتر این که شما با هم توافق کنید که رئیس فدراسیون جهانی هم اونجا توافقش اعلام کرد، گفت توافق من همین الان میتونه باشه، فردا مسابقه بدید من صبح تعلیق رو برمی‌دارم. ولی خب فدراسیون جهانی نمیتونه، فدراسیون ایران نمیتونه این مسئله رو قبول کنه و به خاطر همین فقط دارن از آب گلالود ماهی میگیرن و وقت میخرن تو ایران، در صورتی که این داره هی تمدید میشه. ما چند وقت دیگه مسابقات المپیک رو داریم و متاسفانه جدو ایران در المپیک حضور نداره، یعنی اگرم بخواد همین امروز هم تعلیق رو بردارن حتی نمیتونن امتیازهای المپیک رو بگیرن، امتیازهای ورودی رو بگیرن، و که مطمئنا این تعلیق رو بر نمیدارن و این تعلیق ادامه داره. برای همین هم آرش میراسمایلی برای اثبات خودش روی اون صندلی دست به هر کاری میزنه و متاسفانه باز هم سیاسیون رو میاره تو فدراسیون جودو، چیزی که از لحاظ فدراسیون جهانی خوشایند نیست. پیشتر هم آیا این سابقه داشته؟ آیا شما سیاسیون دیگری رو هم در حضورشون رو در فدراسیون میتونستید ببینید و حس کنید؟ متاسفانه جودو کلن بخش 90% سیاسیون بودن، از رئیس فدراسیون قبلی اگه از قبلها که اگر در نظر بگیرید همشون سیاسیون بودن. سردار درخشان خودش یکی از سردارهای سپاه، قبل از سردار درخشان کسای دیگه هم که بودن همشون دخالت‌های سیاسی بوده که داشتن و متأسفانه جدو یه مقدار چون که ورزش نظامی بوده در اصل در قدیم‌ها یه مقدار دخالت‌های سیاسی توش حضور داره متأسفانه. و این کمیته فرهنگی فدراسیون جدو عملاً چه می‌کنه در فدراسیون؟ کمیته فرهنگی این چیزی که الان حضور داره عملاً حمایت از میراسمایلیه در اصل، یعنی این کمیته فرهنگی هیچ کاری قرار نیست بکنه جز این که حمایت از میراسمایلی بکنه با توجه به روابطی که داره. همونجوری که شما تو فیلم دیدید دست راست آقای قالیباف ایشون با بیت رهبری خیلی رفت و آمدهای زیادی داره، خب 100% آرش هم میخواد از این مسئله استفاده کنه به نفع خودش، وگرنه فکر نکنم جودوکار بی فرهنگی ما داشته باشیم که بخواد به فرهنگ احتیاج داشته باشه. جودوکارهای ما همشون تحصیل کردن، همشون به اندازه کافی خودشون میتونن گلیم خودشون از آب بیرون بکشن، پس این میتونه فقط به نفع رئیس فدراسیون باشه. ممنونم از شما وحید سرلک، جودوکای سابق تیم ملی ایران. آقای سرلک مربی حال حاضر تیم ملی جودو تاجیکستان هم هست. اما برای بحث بیشتر در این مورد مهدی رستم‌پور به ما پیوسته، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. آقای رستم‌پور، در شرایطی که فدراسیون جهانی از جدو ایران میخواد که سیاسی کاری نکنه، این انتصاب رو باهاش مواجه میشیم، چه پیامی رو میخونید از این؟ درود بر شما بینندگان محترم. همونطور که وحید سرلک هم به درستی اشاره کرد، درست در بحبوحه کشمکش ایران با فدراسیون جهانی، یعنی رأی صادر شده جدو ایران تعلیقه، حق هیچ گونه فعالیت بین المللی رو نداره، اما با یک هزینه هنگفتی
جمهوری اسلامی ایران پرونده رو برده به دادگاه حکمیت و تمام تلاشش اینه که اثبات کنه ما دخالتی اجازه نمیدیم سیاست در ورزش داشته باشه، تصمیم خود ورزشکاران بوده، اقدام سیاسی عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی. اما همزمان چنین شخصی رو در فدراسیون جودو بهش مسئولیت میدن. در واقع حتی نمیشه گفت که شخصیت سیاسی او، یک چماقداره سیاسی، این که مثلا یک استانداری یا نماینده مجلسی وزیر سابقی رو بهش مسئولیت ورزشی بدن، او یک چماقداره. و مشخصا خیلی جالبه این تضاد که کسی که شهرتش رو مرهون فرهنگ ستیزی اصلا نسبتی با فرهنگ نداره چگونه به عنوان مسئول فرهنگی در فدراسیون جودو منصوب میکنن، اومده به این فدراسیون علاوه بر اون چه که وحید گفت برای حمایت از آرش میر اسماعیلی، در واقع میان و تسلط دارن، رسمیت پیدا میکنن، به باشگاه های جودو در سراسر کشور بتونن عضوگیری کنن برای احتمالاً اعتراضات بعدی که بتونن سازمان یافته تر سرکوب کنن، رزمکاران بیشتری رو به خدمت بگیرن. نمونه های متعددی رو سراغ داریم از این رسمیت بخشیدن ها. یه نمونهش آقای تیمسار غفور درجزی بود که اتفاقاً علی دایی در سایپا هویتش رو درباره‌اش صحبت کرد، افشا کرد که او مصطفی مدبر نیست، تیمسار غفور درجزیه و اومد یه مسئولیت ورزشی داشت. حالا به همین ترتیب حسن کردنی هم اومده به فدراسیون جودو و عملا این شرایط رو پیچیده تر هم خواهد کرد برای ایران، برای جودوی ایران، چون به هر حال بسیاری از کسانی که کار جودو هم در ایران میکنن عملا میخوان ورزش بکنن و براشون هم شاید مهم نباشه که این افراد کی هستن چی هستن، اما در عمل اثر اصلی رو روی کار و آینده اونها میگذاره دیگه. واقعا نمیشه این فاجعه گسترده رو صرفا به جودو تقلیل داد، کل ورزش ایران درگیر این قضیه است. همین امروز خبری رو داشتیم که رئیس صنف چلو کبابی قزوین شده سرپرست تیم ملی والیبال نوجوانان. این هر روز این خبرها رو میشنویم. حالا مشخصا در جودو که ورزش مدال آوری هم هست، چگونه است که وحید سرلک جایی در ایران نداره، در آلمان برای تیم ملی تاجیکستان داره کار میکنه، محمد رشنو در هلند، سعید مولایی برای تیم ملی مغولستان داره مسابقه میده، در کمپ‌های متعدد پناهندگی در آلمان جودوکاهای پرتعدادی از ایران حضور دارن، جایی برای همه این نخبگان جودو در ایران نیست، اما یک چماقدار، یک سرکوبگر میاد و مسئولیتی رو در فدراسیون جودو بر عهده میگیره. این رو نظیرش رو در فدراسیون‌های مختلف کمتر یا بیشتر متاسفانه نظاره‌گر هستیم. و فکر میکنید مثلا یک انتصابی به این شکل، انتصاب آقای کردنیهن، ممکن هست که از طرف فدراسیون جهانی جودو هم دیده بشه و منظور بشه در تصمیم هایی که میخوان بگیرن، از جمله این که چقدر فدراسیون های ورزشی ایران ممکن است سیاست رو با ورزش مداخله بکنن یا اجازه مداخله سیاست رو بدن؟ دوباره باید تاکید کنم که فدراسیون جهانی جودو دیگه فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت نمیشناسه، هیچ جایی در هیچ یک از برنامه‌هاش نداره، نه مسابقات، نه کلاس‌های داوری، مربیگری و غیره، اصلا به رسمیت نمیشناسه تا زمانی که تن بده. و همونطور که وحید گفت، تنها شرط فدراسیون جهانی جودو هم اینه که به هزینه فدراسیون جهانی در هر کجای جهان که ایران تشخیص بده مسابقه ای رو به صورت تیم به تیم با تیم اسرائیل برگزار کنن. میدونیم که تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار است چنین مسابقه ای شکل نمیگیره و پیامش به دادگاه حکمیت که در سوئیس هست اینه که خب بقیه فدراسیون هم همینطورن. دیدیم که شطرنج هم در آستانه تعلیق قرار گرفته و گفته شده که اگر یک بار دیگه هر شطرنج باز ایرانی در هر رده سنی با حریف اسرائیلی مسابقه نده، کل شطرنج ایران میشه مثل جودو، کشتی در پی شطرنج و جودو و بعد تکواندو و سایر رشته‌های ورزشی. این وضعیت کلی ورزش جمهوری اسلامی ایران، دخالت مکرر، غیر ضروری و بی ثمر سیاست در عرصه ورزش. ممنونم از شما رستم‌پور. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی با من. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید ترور فعالان مدنی و خبرنگاران در این کشور بخشی از برنامه عمل طالبان برای تضعیف اراده مردم در دفاع از ارزش‌ها و دستاوردهای دو دهه گذشته است. گروه طالبان بارها دست داشتن در این ترورها رو رد کرده. در هفته‌های اخیر چند خبرنگار و فعال مدنی به خصوص در کابل کشته شدند، حوادثی که بسیاری رو در افغانستان نگران کرده. فرناز فروتن روزنامه‌نگار به ما پیوسته تا در این مورد
بیشتر صحبت بکنیم. خانم فروتن، شما و همکارانتون عملاً بارها و بارها تهدیدهای امنیتی زیادی مواجه بودید. این مسائل اخیری که داره اتفاق میفته چه تفاوتی داره برای شما و چقدر کار رو برای خبرنگاران و فعالان رسانه در افغانستان سخت‌تر کرده؟ سلام عرض میکنم به شما و همه بیننده‌های محترم بی بی سی فارسی. همکنونه که ما با شما صحبت میکنم، یک فضای پر از رعب، وحشت و یک ناامیدی خطرناک در کابل که مرکز رسانه‌های بزرگ افغانستان پس از سال 2001 است، حاکم است. همگی در ترس و وحشت زندگی میکنن و لحظات پیش با یکی از خبرنگاران بسیار مطرح و مشهور کشور صحبت میکردم که اتر مثال میدادن که شهر شبیه از این شده که افراد مسلح بیشماری که ادهی با بمب دستی هستن، ادهی با تفنگ ها هستن، ادهی دیگه ماین چسبکی به زیر موترشما میمانن، در هر گوشه و کنار، در کوچه ها، در سرک، در همه جا در کمین هستن و هیچ کس نمیفهمه که حمله بعدی و یا اتفاق بعدی چه زمانی رخ میده، چه کسی را قربانی میگیره. با هر کسی که صحبت میکنی ما همیشه ای را پرسان میکنم که سلام، در این روزا به چی فکر میکنین؟ همگی میگن به مرگ فکر میکنیم، همگی به این میگن که حادثه بعدی چه زمان اتفاق خواهد افتاد، حادثه بعدی چه کسی را هدف قرار خواهد داد. و فقط همگی منتظر از این ششتن در ناتوانی محض و دیده رو ایستن که چه کسی را ما در روز بعدی که آفتاب طلوع میکنه در افغانستان از دست میدیم. چرا فعالان مدنی باید هدف قرار گرفته بشن؟ چرا روزنامه‌نگاران مستقل فکر میکنید؟ من فکر میکنم این عملات بسیار سازمانیافته است. چرا؟ چون بعد از نشست 12 سپتامبر در دوحه همراه گروه طالبا برگزار شد که ما در اون نشست بودیم، بعد از برگشت از دوحه سفارت آمریکا در کابل یک اعلامیه ترسناکی را با بی‌توجهی و بی‌تفاوتی تمام به نشر رساندن که طالبان و یا گروه‌های دقیق به خاطر ندارم، ولی همچین چیزی بود که دست به یک سری از ترورها در افغانستان می‌زنند، یک هشداریه. و چندی بعد هشدار برای آمریکایی‌هایی که در افغانستان هستند مبنی بر این بود که شما زیاد در شهر کابل گشت و گذار نکنین، زیاد به افغانستان نیایین. حال تصمیم به این گرفته شده که کسانی که پس از سال 2001 فعالان رسانه‌ای، پیشکسوتان رسانه‌ای، چهره‌های مطرح مدنی رسانه‌ای و حقوق بشر، همین ارزش‌هایی که از خودشان بلندگوهای قدرتمندی را داره که بلندگوها هزاران انسان دیگر را در کنار خود دارن و با این انسان ها به یک جایی رسیدن، یک چهره دارن، یک صدا دارن، یک تاثیرگذاری دارن، اینا را خفه میکنن، اینا را میکشن. و با کشتن اینا تنها یک نفر جان خود از دست نمیده، هزاران نفر دیگر اعتماد، امید و این وحشت در وجودش خانه میکنه که اون این رفت، پس اوزا دیگر از هم پاشیده، اوزا خراب است. یک بحثش به نظرم این است. ولی بحث دیگه این است که در تاریخ افغانستان وقتی که شما مطالعه میکنین، دقیقا زمانی که آخرین روزهای حکومت دکتر نجیب الله هست و مجاهدین در آستانه آمدن به کابل هستند، شما سلسله و یا به شکل بسیار منسجم ترورهایی از چهره‌های مشخص فرهنگی، حزبی، فعال، تمام کسانی که در اون زمان حضور داشتن و امرای حکومت برغم یا مأمور بودن یا وفادار بودن یا هر چیز دیگه ای که بودن یا نویسنده بودن، اینا ترور می شدن. و همگی به این باور بود که این کار اقدام بری است که زمینه ساز از این شود که آوازها از بین برن و به بسیار سادگی حکومت بعدی که میای مانعی برش وجود نداشته باشن. بحث کلانی که امروز در درون افغانستان وقتی که با مادرم صحبت میکنم، وقتی که با کسانی که در اون تاریخ زندگی میکردن با بزرگا صحبت میکنیم، ای است که یک زمینه سازی و یک پاکاری به خاطر ورود مجدد یک ایدولوژی افراطی است که افغانستان امروز قبول نداره. تئوری های مختلفی هم مطرح شده از اینکه طالبان پشت این حملات هستن، برخی میگن داعش هستن، حتی برخی خود دولت رو متهم میکنن در این موارد. واقعا فکر میکنید، یعنی نظر غالب مردم چه هست؟
فضا بسیار آلوده است و در این فضای آلوده یک طرف آلودگی فضا، یک طرف کمکاری نهادهای امنیتی افغانستان و عدم پاسخگویی حکومت افغانستان به جز چند اعلامیه آبکی، سطحی و سرسری که تبدیل به یک جوک شده در بین مردم افغانستان چیز دیگری نیست. از این فضای آلوده به نظر من هر کس به نفع خودش استفاده میکنن. اگر از یک لحاظ ببینیم ماهیت کشتارها به نظر من ایدئولوژیک است، به دلیل از اینکه کسانی را هدف قرار میدن که بسیار آدرس های دقیقی هستند که ما میتونیم چهره افغانستان پس از طالب در اونا ببینیم و من فکر میکنم این لست بسیار طولانی است. همین که من با شما صحبت میکنم، من با وجود از اینکه از وطنم بیرون هستم، من از وطنم برای مدت مجبور شدم که وطن خود را ترک کنم، ولی احساس از این را دارم که فرد بعدی که خواهد بود. ولی از یک لحاظ دیگه بعضی گپ و گفتای دیگه هم وجود داره که زمینه آلودگی فضا زمینه را بری برابر ساخته که بعضی رقابت‌های سیاسی درون حزبی و گروه‌های افراطی دیگه‌ای که در افغانستان وجود دارن اینا بسیار برجسته شوند و خشونت به شکل بسیار وحشتناک و نامرئی در هر جا وجود داشته باشه و هر جایی که زمینه فراهم شد یک شلیک یک نفر از پا در میره. نمونش ما حمله به جان خانم فوزیه کوفی را داریم، نمونش ما حمله به ناتاشا خلیل کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر را داریم. هیچ کس نگفت چرا و به چی دلیل کشته شده بود. هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. ما نمونش حمله به جان یما سیاوش را داریم که کارمند بانک ملی افغانستان بود. حکومت در این مورد علاوه بر اینکه هیچ چیزی نگفت، اتفاقا روز گذشته رئیس جمهور به بسیار آرامی با رئیس بانک مرکزی که حتی رأی اعتماد هم از مجلس نگرفت صحبت میکرد. ناباوری، نبود عدالت، بازخواست وجود نداره و در کنار از این متاسفانه یک خبر بسیار ترسناکی که وجود داره ای است که بعضی از دیپلمات‌ها در گفتارهای غیر رسمی حتی ایران میگن که طالبا برخی از زندانیان و یا جنایتکارانی که آزاد شدن اینا را استخدام میکنن به خاطر ترورهای هدفمندی که در شهرها او را دنبال میکنن. در چنین فضا هیچ کس نمیفهمه که کی تو را میزنه. طالب مسئولیت نمیگیره، حکومت علاقه داره به گردن طالب بندازه، کمکاری خودش هم در اینجا وجود داره و هزار یک گروه تروریستی دیگه که در یک جامعه‌ای که در 20 سال گذشتم موازی با جنگ خواسته زندگی هم بکنه تمامش فرصت امیر پیدا کردن و متاسفانه تنها وحشتی که در اینجا وجود داره ای است که ناامیدی به شکل بی‌پیشینه در این جمع خطرناک است و همگی به فکر ازی هستن که چطور زنده بمانند. ممنونم از شما فرهناز فروتن، روزنامه‌نگار با ما. بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امضای طرح کمک‌های مالی کنگره خودداری کرد، میلیون‌ها آمریکایی از دریافت کمک هزینه بیکاری در دوران شیوع کرونا محروم شدند. آقای ترامپ با پرداخت پول به بعضی از گروه‌ها در این طرح 900 میلیارد دلاری مخالفت کرده که از حمایت جمهوری‌خواهان در کنگره هم برخورداره. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آقای ترامپ رو به شانه خالی کردن از مسئولیت متهم کرده. کسرا ناجی گزارش میده. صف‌هایی که در آمریکا هر روز طولانی‌تر می‌شوند. صف آنهایی که از طبقه متوسط به جمع فقرا اضافه می‌شوند و نیازمند کمک‌های قضایی سازمان‌های خیریه هستند. این صف در لس آنجلس. کووید 19 کسب و کار را تا حد زیادی تعطیل کرده است و میلیون ها نفر را به فقر کشانده. و این تصویب لایحه 900 میلیارد دلاری در کنگره. کنگره در روزهای اخیر بعد از ماه‌ها بن‌بست با لایحه‌ای برای پرداخت کمک هزینه به افراد در این دوران کووید موافقت کرد. همکاری نادر بین دو حزب عمده برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن فقر در آمریکا. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان گفت این قدم اولی است در مسیر کمک‌های بیشتر. اما دونالد ترامپ حالا با این لایحه که با امضای او می‌توانست به قانون تبدیل شود مخالفت کرده و از امضای آن خودداری کرده. و اینجا به سوال خبرنگاران هم درباره اینکه چرا این کار را کرده پاسخ نداد. او بعد در توییتی نوشت: من می‌خواهم به مردم بزرگمان هر کدام 2000 دلار داده شود و نه مبلغ ناچیز 600 دلار که در این لایحه آمده.
این رو او اینجا هم تکرار کرد و گفت از کنگره می خواهم که پرداخت‌های غیر ضروری را هم در این لایحه حذف کند، از جمله کمک‌های خارجی دولت. این اولین بار بود که او بعد از ماه‌ها در این باره از خواستش برای مبلغ معینی صحبت میان آورد. مبلغی که حالا ممکن است کنگره آن را بررسی کند و شاید هم تصویب. اما فعلا مبلغی که قرار بود از شنبه دیروز پرداخت شود پرداخت نخواهد شد. 14 میلیون نفر از این کمک هزینه محروم خواهند شد و گفته می شود 5 میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر خواهند رفت. در این روزگار عجیب و بی سابقه با رئیس جمهوری که هنوز ظاهرا به دنبال شهرتش است و حتی ماندن در کاخ سفید. کسری نجی بی بی سی. 2020 سال بسیار دشواری برای اقتصاد جهان بود. سالی که همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از روندهای معمول زندگی و کسب و کار رو زیر و رو کرد. بخشای از اقتصاد رو از پا در آورد و به بخشای دیگه رونق بخشید. سالی که به دلیل منفی شدن قیمت نفت خام در حافظه تاریخ ثبت میشه. بهرنگ تاجدین نگاهی کرده به فراز و فرودهای اقتصاد در 12 ماه گذشته. اغراق نیست اگه بگیم 2020 سالی تاریخی برای اقتصاد جهان بود. سال شدیدترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم و بیکاری صدها میلیون نفر در چهار گوشه دنیا. سالی که یک ویروس اقتصاد رو بیمار کرد. ۲۰۲۰ مثل سالهای قبلش با جشن و اشتیاق شروع شد. ولی آتشی که در چین جرقه خورد خیلی زود امیدها را دود کرد و به هوا فرستاد. کمتر از دو هفته از شروع سال نگذشته مقام‌های چین برای کنترل همه‌گیری ویروس کرونا سیاست شهربندان به اجرا گذاشتند. مغازه‌ها را تعطیل کردند و به مردم دستور دادند در خانه بمانند. با شیوع سریع ویروس به اقصا نقاط دنیا پژواک این محدودیت‌ها به کشورهای دیگر جهان هم سرایت کرد. شهرها خالی شد. رستوران‌ها، هتل‌ها و سینماها درها را بستند. هواپیماها زمینگیر شدند و میلیون‌ها نفر کارشان را از دست دادند. برای درک عمق بحرانی که شیوع کرونا ایجاد کرد، کافیه به این نمودار نگاه کنید. این شمار هفتگی متقاضیان جدید مزایای بیکاری در آمریکاست که در چند سال اخیر حدود هفته 250 هزار نفر بوده، ولی در هفته‌های آخر مارس و اوایل آوریل 2020 یک دفعه رسماً سر به فلک کشید. ظرف یک ماه و نیم 33 میلیون نفر در این کشور بیکار شدند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دولت‌ها دست به کار شدند و با پرداخت حقوق کارکنان بخش خصوصی سعی کردند جلوی آسیب‌های اجتماعی بیکاری‌های گسترده را بگیرند. دیگر کنترل کسری بودجه و بدهی دولت در اولویت نبود. ما باید مثل دولت‌های زمان جنگ عمل کنیم و هر کاری لازم باشد برای حمایت از اقتصادمون انجام بدیم. ولی مثل روز معلوم بود که چه دارد بر سر اقتصاد جهان می آید. کاملا مشخص است که نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 منفی است. در واقع ما فکر می کنیم شاهد شدیدترین ضربه از زمان رکود بزرگ دهه 1930 باشیم. شیوع ویروس و محدودیت‌های مسافرت در کشورهای صنعتی دامن کم درآمدها در جایی مثل روستاهای کنیا را هم گرفت. ما برای گذران زندگی کاملا به توریست‌ها متکی هستیم. چون دیگه نمیان حسابی به مشکل برخوردیم. $30 میدادن تا بیان روستای ما رو ببینن. نون شب خانواده هامون از این راه تأمین میشد. حتی نمیتونیم حیوانامون رو بفروشیم چون بازارها بسته است. قبل ویروس من کلی زیورآلات درست میکردم و پول خوبی در میآوردم. در جنگل این بحران کم توان و پرتوان، فقیر و غنی به یک اندازه آسیب ندیدند. خیلی مانده تا این بحران تمام شود. بازار کار بیشتر دو قطبی شده و افراد با مهارت پایین و زنان ضربه شدیدتری خوردند.
فقرا هم دارند فقیرتر می شوند و انتظار می رود تنها امسال 90 میلیون نفر به فقر مطلق دچار شوند. اینها باعث شد 2020 سالی سرشار از رکورد شکنی و تلاطم در بازارها باشه، از بورس‌های سهام تا بازارهای جهانی مواد خام. اواخر زمستان اختلاف اوپک و متحدانش در نهایت نفت را از دوران کالسک سواری هم ارزان‌تر کرد. در شرایطی که شیوع کرونا باعث افت شدید تقاضای جهانی برای سوخت‌های فسیلی شده بود، عربستان و روسیه وارد جنگ قیمت شدند. مازاد عرضه در بازار در کنار پر شدن ظرفیت مخازن باعث شد قیمت نفت در آمریکا برای یک روز منفی شود. مهلت معامله یک سری از قراردادها اون شب تموم می شد و صاحب اون حواله ها باید نفت رو به صورت فیزیکی تحویل می گرفت. ولی در خیلی از موارد این حواله ها دست دلال هایی مونده بود که قصدشون تحویل گرفتن نفت نبود. اینا یه دفعه دیدن قرارداد خرید نفتی دارن که جایی برای انبار کردنش ندارند و مجبور بودن خیلی سریع از شر این حواله ها خلاص بشن. بیم و امیدها درباره اوجگیری و فروکش کردن همه‌گیری باعث شد بازارهای بورس جهان افت و خیزهای فراوانی را تجربه کنند. خیلی از بازارها در طول سال شاهد شدیدترین سقوط و نیز سریع‌ترین رشدهای تاریخشان بودند. البته در این میان بازار بورس تهران ساز متفاوتی را می‌زد. بازاری که شاخصش ظرف 6 ماه 5 برابر شد و حتی بعد از اندکی افت در پایان 2020 تقریباً 4 برابر یک سال قبل بود. بحران اقتصادی ناشی از شیوع جهانی کووید 19 برنده هایی هم داشت. در طول 2020 میلیون ها نفر در سراسر جهان مجبور شدند بخشی از خانه شان را موقتاً به محل کار تبدیل کنند. این رشد بی سابقه کار از خانه کسب و کار شرکت‌های تولید ابزارهای دورکاری نظیر نرم افزار ویدیو کنفرانس زوم را سکه کرد. از طرف دیگر در حالی که خیلی از خرده فروشی‌های سنتی به دلیل شهربندان به مرز ورشکستگی رسیدند، کار فروشگاه‌های آنلاین نظیر آمازون بیشتر از همیشه رونق گرفت. در شرایطی که نبود مسافر صنعت توریسم را به گل نشانده بود، سر اوراقچی‌ها حسابی شلوغ شد. قبل همه‌گیری خیلی کم پیش می‌اومد که کشتی‌های تفریحی رو برای اوراق شدن بیارن اینجا. هم کشتی‌های باری و هم کشتی‌های مسافری، چون کار براشون نیست میان اینجا تا اوراقشون کنیم. برنده دیگر 2020 شرکت تسلا سازنده خودروهای الکتریکی بود که سهامش جهش برقاسایی کرد. شرکتی که اگرچه سالی کمتر از 500,000 دستگاه خودرو می‌سازد، ولی در روزهای پایانی سال ارزش کل سهامش به بیش از 500 میلیارد دلار رسید. بیشتر از ارزش رقیبانی مثل تویوتا، هیوندای، فورد، جنرال موتورز و فولکس واگن. نه تک تک، ارزششان روی هم. بعضی از شرکت‌های داروسازی هم سال خوبی را پشت سر گذاشتند. موفقیت آنها در ساخت و آزمایش واکسن‌های ایمن و مؤثر برای ویروس کرونا با استقبال بازار مواجه شد. خیلی‌ها امیدوارند که با واکسیناسیون گسترده مردم بیمارستان‌ها به شرایط عادی برگردد و کسب و کار و زندگی آهنگ طبیعیشان را از سر بگیرند. سالی که گذشت میتونه به نقطه عطفی برای اقتصاد جهانی تبدیل بشه و اثرات دراز مدتی روی نحوه کار، زندگی و اولویت‌های مردم و دولت‌ها بذاره. خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کنند و آرزو دارند که 2021 سال بهتری برای اقتصاد دنیا باشه. شاید فکر کنیم که رستوران‌های فست فود از ابداعات قرن بیستم باشن، اما به نظر میرسه در روم باستان هم مردم به غذای تیک‌اوی یا بیرونبر علاقه داشتن. باستانشناس‌ها در شهر پامپی ایتالیا یه فروشگاه 2000 ساله رو کشف کردن که نوشیدنی و غذاهای گرم می‌فروخته. این فروشگاه قرار از سال آینده به روی مردم باز بشه، اما نه برای فروش غذا. گزارش ببینیم از ریچل استنتون.
در نگاه اول یک کارگاه ساختمانی به نظر می رسد، اما بسیار بیشتر از این هاست. باستانشناسان در پومپی یک ترموپولیوم کشف کردند، یک فروشگاه هزاران ساله نوشیدنی و غذای گرم با پیشخوانی به شکل ال. بخشی از این مکان پارسال از زیر خاک بیرون آورده شد و تا امروز به حفاری و حفظ آن ادامه دادند. گزینه‌های فوق‌العاده‌ای داریم، چون این اولین باریه که یک ترموپولیوم رو به طور کامل از زیر خاک بیرون آوردیم. با تکنولوژی جدید میتونیم تحلیل‌های مختلفی رو پیاده کنیم. تیمی از رشته‌های مختلف ظرف‌ها رو تمیز و تحلیل می‌کنند. نقاشی‌هایی با رنگ‌های روشن از جانوران بعد از این همه سال هنوز دست نخورده بر جا مانده و داخل کوزه‌های سفالی هم از استخوان اردک تا بقایای خوک، بز، ماهی و حلزون. این کشف می‌تواند به مطالعه عادات خوراکی مردم در زمان فوران آتشفشان وزوویو 79 سال بعد از میلاد مسیح کمک کند. الان آنالیز محتوای داخل ظرفا شروع میشه تا ببینیم چه غذایی به رهگذران پومپی فروخته میشده. این یک سند حقیقتاً فوق‌العاده خواهد بود از رژیم غذایی مدیترانه. استخوان‌های انسان هم یافت شدند، کسانی که زمان آتشفشان اینجا گیر افتاده بودند. اینجا هنوز شخصی داخل فروشگاه بوده، یک قربانی که استخوان‌هاش رو در حین حفاری کشف کردیم. متاسفانه اسکلت او دست نخورده نیست، چون در گذشته این ترموپولیوم تا حدی غارت شده بود. قرار است این محل از عید پاک سال آینده به روی مردم باز شود. بعد از سالی که به خاطر همه‌گیری کرونا متفاوت از هر سال دیگری بود، کشف این محل هم یک فرصت علمی است و هم خبری خوب. ریچل استانتون، BBC نیوز. ممنون که همراه ما بودید در این 60 دقیقه و ممنون که BBC فارسی رو انتخاب کردید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو روی وبسایت BBC فارسی و یوتیوب هم تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون.